علویان در حال حاضر 25 میلیون نفر یعنی حدود 30 درصد از کل جمعیت 85 میلیونی کشور ترکیه را تشکیل میدهند. علویان هر ساله مراسم باشکوهی را در ایام ماه محرم الحرام برگزار می‌کنند. همکارم فاطمه موسوی در گزارش خود نگاهی انداخته به این موضوع که با هم می‌بینیم و می‌شنویم. علویان در ترکیه امروز حضور بسیار داشته و جزو اقلیت‌های های آناتولی محسوب می شوند. سوگواری علویان بر سید و شهدا علیه سلام بیشتر به صورت گریه های آرام برگزار می شود. سوگواری همچنین به صورت عملی عبادی و به شکل روزه و امساک از قضا و خودداری از انجام بعضی امور انجام می شود. در میان آنها اصلی ترین سوگ مصیبت کربلا را به صورت روزهداری در ده روز اول ماه محرم می بینیم و بسیاری از آنان روزهداری در این ایام را عبادتی بزرگ می دانند. به دیگ نیز دوازده روز روزه می گیرند و هر روز برای یکی از ائمه زیرا داستان زندگی ائمه داستان شهادت های بی است. در میان بعضی توایف علوی روزه ماه محرم تا پانزده روز طول می کشد. دوازده روز به خاطر دوازده امام و سه روز به خاطر شهادت توف... دو فرزند مسلم ابن عقیر علیه السلام صرف نظر از امساک مردم این منطقه گاهی از بسیاری از امور روزمره نیز دست میکشند مانند به کار بردن صابون تراشیدن ریش نگاه کردن در آینه استعمال عطر خندیدن و تفریح کردن و بسیاری از اعمال عادی دیگر در ایام روز غیر مجاز است اکثریت روزهداران از اول روز نهم یا بعد از ظهر روز دهم یعنی آشورا از خوردن آب امساک می کنند. در شب آشورا گرد هم می آیند و به یاد امام حسین علیه السلام شعر و مرسیه می خوانند. از دیگر اقدام های علویان در ایام محرم الحرام پخت آش است. آش مخصوص آشورا در دیگ های بزرگی که قازان نام می ده می شود می جوشد و در میان آشغان امام حسین علیه السلام توضیح می شود. زیست معنوی علوی ها به طرز قابل توجهی وابسته به است یعنی مسئله آشورا و امام حسین علیه السلام بیش از آن که مسئله آینی و مناسکی برای علمیان باشد به مسابه یک مسئله هستی شناسانه است آنها بر اساس مناسکی که برای آشورا انجام می دهند هویت خود را از دیگران جدا می کنند به همین دلیل است که مناسک دهه محرم یک جایگاه مرکزی و محوری در هویت علمیان دارد فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه